هوشنگی رو بررسی میکنیم و در تاریخ ها و متون های دیگری که آمده ببینیم این دوران به چه زمانی باز میگرده، چه دستاوردهایی ما ایرانیان در دوران هوشنگی داشتیم که در واقع خیام دانشمند بزرگ ما و ستاره شناس اون رو به 970 سال این دوران رو رقم میزنه، دوران هوشنگی رو. هوشنگ پیشدادی رو، بله. و این دوران رو بر اساس مارشی که من بیشتر از نوروز خیام و این من با استفاده میکنم، افسون پهلوی و شاهنامه پردیسی، دوران هوشنگی به 11335 تا 12305 سال پیش میرسه. بله، شروع تاریخ ایران هم که از کیومرث محاسبه کنیم 12345 هست که طبق همون تیلت زمین که 25 هزار سال طول میشتای دور بزنه و ستاره ولنت بله، در آن زمان طبق تمام مدارک تاریخی وداها و متون پهلوی ستاره قطبی ستاره شمال بوده، در بله، نتیجه دقیقا میشه 12345 بر اساس شمارشی که شما جمع کردین تمام سالها رو با هم. ده. و درست برعکس اون چیزی که یاد بشریت میدن در سرا دانشگاه های سام سم تازی بله تازی و که در تمام کره زمین حاکم شدن، بله، بشریت از 5000 سال پیش نبود که یه مش آدم خور به اسم سومریان اومدن و سیویلایزیشن شروع کردن. میبینیم که هوش در دوران هوشنگ بود که آهن ذوب شد و ما میگه ابزار سازی، دقیقا ما برای شما در این برنامه خواهیم گفت که در همون 11335 سال پیش شروع شد. بله، به هر روی من این یک پیشگفتار کوتاهی رو در از این دوران میگم و شما از پردیسی طوسی از شاهنامه بررسی کنید این دوران رو. و اینکه در بندهش که یکی از متن‌های موثق ما هست، هوشنگ رو، یعنی نخستین هوشنگ از دوران هوشنگی رو، پسر فراوک و مادر و همسر فراوکن، پس و که فراوک پسر سیامک باشه نام برده. البته در شاهنامه از فراوک نام برده شده، فقط از سیامک نام برده شده، ولی در متون پهلوی از فراوک نیز در این میان نام هست. اینکه هوشنگ و تهمورست که سپستر از اون میاد، دانی بود که دیوها رو ما میدونیم که هوشنگ به واسه به هم راه کیومرس پدر بزرگ خود بود که رفتن و دیوها رو، دیو صفتی رو که در اون زمان باز کردیم، شکست دادن. سیامک پدر در واقع هوشنگ یا پدر بزرگ هوشنگ نیز به وسیله همین دیوان بود که کشته شد. و این دوران به هر روی دورانی بود تازیان ناتیان از این باز کردیم در دوران کیومرسی، چه و در برابر فرهنگ و تمدن پارسی و آریایی، همواره تازیان تورانی و ناتوفیان ها که در غرب ما بودند بوده. به هر روی در نوروزنامه خیام که این دوران رو به خیام به 970 سال رقم میزنه، تخمین میزنه، این گونه اومده. خیام نشون این گونه میگه 970 سال در دوران 11000 سال پیش، نه فراموش نکنید که نه 970 سال پیش، دقیقا بله. یعنی از 12305 سال پیش تا 11335 سال این دوران بوده. خیام این گونه میگه: پس از کیومرث که 40 سال بزیست و چون از دنیا برفت، هوشنگ به جای وی نشست و 970 سال پادشاهی کرد. دوران هوشنگی. فکر نکنی نمیشه که 970 سالی که پادشاهی بکنه. یادتون باشه که تاریخی که به شکل استوانه شده، ما بارها این رو گفتیم،
که به خاطر بی جان و بی خردی این کودان کوتا و ضمناً بعضیشون جاسوس بودن این فردوسی شناسان ما یا بهاییان یا یهودیان یا آدم خورن یا سیدن یا دشمن فرهنگ ایرانن، اینا سعی میکنم که اینا داستانه، اونقدر نه شعور دارن و نه خواستشو دارن که بفهمن. به گفته فردوسی، به گفته بندهش، اهریمن صفتی از ابلهی اهریمن، و اینها سعی میکنن که دیگه داستان اینها شعور این که اسطوره فشرده شده تاریخه، اصلا اینا چنین درکی، اصلا چنین فهمی ندارن که این رو بفهمن که اسطوره یعنی چی، تاریخ یعنی چی، چطور اسطوره تاریخی یا تاریخ اسطوره مانند فرقش با افسانه و داستان و اینها چی، هیچ اصلا کاتگوری اینا رو شناخت دارن، نه مطالعه دارن، نه خواست دارن، نه شعورشو دارن. اینی که ما توضیح دادیم در برنامه قبلی که تاریخ اسطوره شده به دلایل این، به این دلیل که فشرده تاریخ هست، برای اینکه کتاب های تاریخ رو سوزوندن، هم دشمنان ما همیشه دزدیدن و همیشه سعی کردن به فرهنگ آزادگی رو بگن وجود نداره، انگار آدم خوریه که وجود داره و سیویلایزیشن درست کرده و همین که هست بدور که وار، این منظورشون اینه. به این دلیل فرهنگ انسانی از بین بره، ما مجبور بودیم تاریخ رو فشرده بکنیم و اسطوره‌ای بکنیم. به این دلیل ما دقیقا میبینیم که کیومرث رو به عنوان پرسان فرد، پرسان خود فرد رو میگیم دوره 40 ساله، ولی دوران هوشنگی که میرسیم که ذوب به فلزاته به 970 سال. البته در منابع دیگه، من چند منابع رو برای دوستان میارم، رقم ها متفاوته، ولی من به عنوان نمونه خود شاهنامه پردیسی 40 سال میگه، که البته اون میتونه هوشنگ اول باشه، ولی منابع دیگه که رقم های به اصطلاح این دوران رو میگن، من از خیام به ویژه استفاده میکنم برای دانشمند تنهاز و گه زمان و مکان شناس هست، ریاضی، بله. هستی شناس، هستی شناس. بله دقیقا. از منابع دیگه اگه بخوایم نام ببریم، فقط برای اینکه دوستان آشنا باشن، ابن مقفع 1010 سال از این دوران یاد میکنه، بیرونی و یکی از روایات بلعمی، اینا 896 سال. یک روایت دیگری از بلعمی 1901 و 2200 سال هم نام برده شده. رانای هوشنگ زوب فلزاد، پایگذاری شهرنشینی پیچیده در این زمین. احتمالا اسم این برنامه باید بذاریم دوران هوشنگ و جهش تاریخ شهرنشینی. کیومرث رو جهش تاریخ نام گذاشتیم. این جهش تاریخ شهرنشینی. مجمع التواریخ این دوران رو 966 سال، ابن قتیبه 1960 سال، روایت یعقوبی دوران هوشنگی رو 840 سال، طبری 1824 سال میگه، مسعودی که باز یکی از تاریخ نویسان دیگه هست در مروج الذهب، اینو 710 و رقم های متفاوتی هست، و سعالبی اون 920 سال و حتی 1460. ولی من همون گونه که گفتم، خیام که اون رو 970 سال این دوران رو رقم زده، ما از او استفاده میکنیم. پس به دشمنان ایران که میگن اینا داستان در نجی، نمیتونی یه نفر نمیدونم 970 سال یا 1200 سال زندگی بکنه و شاهی بکنه، گوش کنید ببینید تمام تاریخ دارن چرا این گونه میگوین، بفهمید که منظور دوران هوشنگیست، دوران صبح فلزاد به ساختن ابزار. من بعد از این باز گفتمان آناهید من میرسم به خود چکامه نظم رو میام برای شما میخونم که وقت مغز باز میشه. بله. به هر روی خیام اینگونه پس میگه، پس از کیومرث که 40 سال بزیست و چون از دنیا برفت، هوشنگ به جای وی نشست و 970 سال پادشاهی کرد و دیوان را قهر کرد. آهنگری و درودگری و بافندگی پیش آورد. پس سه کار مهم ذوب فلزاد، درودگری و بافندگی پیش آورد و انگبین از زنبور و ابریشم از پیله بیرون آورد.
از تمام ابزار و پیشرفت لباس بشر، پوشاک بشر، ساختن تبر و تیشه و ابزار و گاواهن و اینایی که برای بله پیشرفت کشاورزی لازم بوده و درودگری، برش چوب، تراش چوب، پس یا نجاری، درودگری، اگه اشتباه نکنم بله مطمئنم تقریبا دوستان اگر من درودگری رو اشتباه کردم بگید درودگری یعنی تراش چوب، یعنی اون چیزی که ما لولی خراتی خراتی میگفتن. میگفتن بله بعدن اسمش رو، بله کسانی لولی من بله کولیا بودم میومدن در خونه ها ما بچه بودیم میگفتن فرفرو داریم ولان داریم کمو داریم، کمو میساختن یعنی از بندهای روده گوسفند غربال میساختن و از چوب فرفرو یعنی چیزی که میچرخونن بچه ها و مدت ها میچرخید، بله یک دقیقه میچرخید موقعی که روزن درستی چیزی بود که روی پای خودش میستاد و میچرخید تیکه از چوب که با خراتی یا از درودگری بله و آهن و ابزارسازی و بافندگی بافندگی. بله که خب اینا پایه سیویلایزیشن، پس سیویلایزیشن آدم خوران بله سومری 5000 سال پیش، آدم خوران بله تجاوزگران برده دار سومری درستن که اونا اومدن چیزای ما رو تکوبر کردن، در میان رودان رو کشتار کردن، گفتیم بله که لایه سومری لایه آریایی آریاییه هست. که امروز بله بهش رسیدن ولی ایشالا گربه است، تو کتاب های دانشگاهیشون این بیشرف ها باز نمی کنن، نمیذارن که بله بشر در حماقت بمونه و اینا بتونن دنیا رو همینجوری بخورن. در نتیجه پس ما 11 بین 11 تا 12 سال پیش بشریت به پیش کامل شهرنشینی بله رسید. افزون بر این که دانش یعنی دامپروری و کشاورزی دانشی رو پایه نهادیم در این دوران، همونگونه که میبینین انگبین از زنبور به دست آوردن و ابریشم از پیله بیرون آمد و به اصطلاح ابریشم و جهان به خرمی بگذاشت و به نام نیک از جهان بیرون شد و او تحمور اسب بنشست. تحمورست هم تحمورست بله باشه تحمورست در واقع که باید درسته. تیمور یعنی تیمار اسب، کسی که تیمار دوستدار از نگاهبانی میکنه از اسبان، اسپه با اسب په هست درسته بله تحمورست اسب. بله. به هر روی میبینیم در این دوران همون گونه که گفتید به شما در از شاهنامه هم باز خواهید کرد ذوب فلزات به همه گونه و به دست آوردن گوهر آهن از جدا کردنش از سنگ در این دوران به وسیله هوشنگ و اینکه در 7 کشور که در تمام سرزمین های اون زمان بوده در واقع فرمان روایی می کرده به صورت در واقع دانش و سیویلیزیشن و شهریت در زیر به صورت سیطره آریایی بوده، در واقع همه با آنها زیر فرمان روایی شاهنشاهی ایران بودن. راه آریایی، راه آزادگی و بله راه شعب پیشرفت اقتصاد انسانی بر پایه تقسیم کار، نه استثمار انسان از انسان که پایگزارش آدم خوران تازی بودن در 4-5 هزار سال پیش. اون 11 هزار سال پیش بشریت به تونسته بود پردیس رو بر زمین بسازه دقیقا. و اقتصاد پیشرفته شهری رو بسازه دقیقا. و اون چیزی که امروز تو کله مردم میکنن که اونها رو ابله بکنن به این دلیله که فکر کنن همیشه دنیا به همین وحشت و کثافت بوده، بدن جا هم کس باید بمونه رات و راتی به اصطلاح که بشر زشت است و کثیف است و رانده شده از بهشت است و باید در جهنم زمین زندگی کنه. از جز زمین می دانستم، ما زمین رو نه تنها بهشت می دانستیم، بهشت ساختیم، یعنی تاریخ رو به جلو بردیم. حالا من موقعی که به ما هوشنگ رو گفتیم، اما کیومرث رو گفتیم، فرزند او سیامک رو گفتیم، رسیدیم به هوشنگ و امروز میبینید که فردوسی راجع به هوشنگ چی میگه. بله به هر روی همین که آهن رو از سنگ جدا کرد و گوهر آتش رو در واقع به دست آورد هوشنگ و همون گونه که گفتیم آهنگری و درودگری و پیشه کرد و ابزار ساخت و اره و تیشه و اینها رو سپس پس از آن چاره آب ساخت فردوسی پردیسی توسی برای
چون این کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا برآورد و هامون نواخت. یعنی شروع به کانال سازی کردیم، آب رو از جاهایی که آب داشت از دریاها کشیدیم و از رودخانه ها و جاهای دیگه کانال سازی کردیم، قنات سازی یا کاریز سازی کردیم و اینها در دوران هوشنگی بود که برآورده شد و به اصطلاح کشاورزی و دامداری دانشی رو در این دوران بنا نهاد. چو آگاه مردم ران برگزود، پراکندن تخم و کشت و درود. و اینها میبینیم که در این دوران شد و خب یادگار زمان هوشنگ از آتش هم جشن سده ما به یادگار هست. و سپستر در این دوران همونگونه که گفتم دامپروری پیشرفته، بدان ایزدی فر و جاه و کیان، ز نخجیر گور و گوزن ژیان، جدا کرد گاو و خر و گوسپند، به ورز آورید آنچه بود سودمند. یعنی رام کردن حیوانات. دقیقاً. و دیگه گفتیم بافندگی هم در همین دوران و پوشش هم در همین دوران بود. و این گونه پردیسی میگه که ز پویندگان هر که مویش نکوست، بکشت و ز ایشان براهیخت پوست، چو سنجاب و قاقم چه روباه نرم، چهارم سمور است کشموی گرم. و این گونه بافندگی رو نیز پیه کردیم در این دوران هوشنگی. من فقط برای اینکه دوستان آشنایی پیدا کنن از ایران بزرگ رو همیشه ما در نظر آوردیم که از دره سند یا دره هند بوده، از زیر دریاچه آرال در شمال شرقی ما خراسان بزرگ تا به غرب ما در میان رودان، میان فرات و رودخانه تیگرس، این ایران بزرگ ما بوده. جاهایی که شهرها و اماکنی که این دوران رو واقع هسته های این سارتراپ های این زمان نئولیتیک یا بسیار شروع کشاورزی و دامپروری پیشرفته هست در ایران بزرگ رو چند نمونه میگم که دوستان بدونن و شما سپس در اون رو باز خواهید کرد. از جمله این اماکن که میتونیم نام ببریم مهرگر، شهر مهرگری که از شهرهای نئولیتیک پیشرفته اون دره هند یا سند هست، در مرکز ایران که کرمان و به اصطلاح شهرهای سوخته سیستان و کرمان اون مناطق هست، انشان به ویژه استخر و تل ملیان اونجا، پارس در اونجا و شوش و ایلام، چوغا به اصطلاح اماکن چوغا زنبیل و چوغامیش و شوش و اینها از جاهای بسیار پیشرفته، یعنی در واقع سارتراپ های بسیار کهن ما هست. تپه سیلک کاشان، تپه حصار دامغان، دره زرفشان در جایی که سمرقند و بخارا اون سوها هست، خراسان بزرگ و این سوتر اروبیه آذربادگان، اورورتای ارمنستان و شهرهای نینوا و کیش و اور در میان درودخانه میان رودان، اینها همه از جاهای بسیار پیشرفته و کردستان و لرستان، مناطق بسیاری در کردستان و لرستان از شهر هسته های سارتراپ های این شهر نشینی ها هستند. دوستان فراموش نکنید موقعی که ما اور، ارومیه، نینوا اینا رو میگیم، واژه های پارسی باستان، پارسی زند، پارسی پیش از پهلوی، یا بعضی وقتا میگن پارسی اوستایی به اشتباه، پارسی باستان یا پارسی زند، اینها تمام واژه های فکر میکنه حالا در ارمنستان، در ترکیه، در دست آدم خوران تازی نمیدونم آشور و بابل و فلانی ها بدن افتاد این شهرها، فراموش نکنید که اصل اینها همه از 10-12 هزار سال پیشه، پایه‌هایی که گذاشته شده در این شهرها. دقیقا همون گونه که گفتم در کردستان گنج دره از باستانی ترین هست و آذربادگان، لرستان، تپه گوران و چوغابونه و پارس و کرمان. و اینکه
بهستون از باستانی ترین جاهای ما همون کوههای بهستون و کرمانشاهان، همون جایی که آثار داریوش بزرگ در اونجا هست، خرم‌آباد و خراسان و همه اینها بسیار از دوران پارینه سنگی تا نوسنگی ورزی پیشرفته و دامداری پیشرفته، از چیزهای نخستی که ما پروروندیم و بسیار ارزنده هست همون گندم و جو هست و اونها رو بسیار پیشرفته و از مثلا جوی شش سر میگن و چیزهای دیگه به دست آوردیم، ژنهای بسیار پیشرفته تر، ادویه‌جات و از گوسپند و بز، از چیزهایی هست که در این مکانها پرورش پیدا کردن و اهلی شدن. و اگه یادمون باشه وایلد اوکس، آکس یعنی گاو وحشی که در جهان هست، جنش رو فکر میکنم از خراسان به هر روی از ایران این بسیار این جن پراکنده شد، پروریده شده و پراکنده شده در جهان. به هر روی ما میدونیم که بعد از در این دوران که سپس در بیشتر هم باز خواهیم کرد، دوران ذوب فلزات هم بوده و ذوب فلزات در ایران از جاهای اماکنی که میشه گفتش که بسیار باستانی هست که در اونجا به دست اومده، که به اصطلاح ذوب تم 7-8 نوع در واقع از مس شروع میشه، مس خام، و سپس در میبینیم که با سملتینگ، با ذوب کردن اون بله چه جاهایی رو، چه مراکزی به دست اومده این سملتینگ ها، به صدا اون آثار باستانی که از اون اماکن به دست اومده، از جمله تپه سیالک هست، حصار تپه دامغان هست، لرستان و میان رودان، تل ابلیسی کرمان هست، زاغه قزوین هست، اینها مراکزی هست که آثار باستانی هست و میگن the earliest at of slag are reported only from Iran, namely تل ابلیسی کرمان، تپه سیالک کاشان، قبرستان و زاغه از نمونه های این مراکز هست. خب پس اینو میگن ولی هنوز کتاب های آشغالشون در دانشگاه های آشغالشون، نمیدونم آکسفورد و زهرمار و فلان اینها، هنوز همون آشغال های 100 سال پیشه که توتهی که ریختن که بگن همه اینا از آدم خوران تجاوزگر سومری 5000 سال پیش شروع شده، هنوز همونا رو دارن درس میدن، هنوز همونا رو دارن درس میدن به یک مش ابله به اسم استاد دانشگاه بار میارن که همه نوکران اجنبیان. بله، فقط در پایان این پیشگفتار من از کاریز ها یا قنات ها و راه های راهی که همه اینها به ایران تمد به اصطلاح درست شده و به جاهای دیگه برده شده سخن میگم، که از جاهایی که میشه از کاریز و قنات که بسیار باستانی هستند و چون برور دست نوشته ها، یعنی نوشته ها تاریخ های ما رو سوزوندن و دوزیدن، زیاد مدارک به دست نمیاد، ولی از مدارکی که در جاهای دیگه من جمله در نوشته های مصریان و از نوشته هایی که سپستر در میان رودان از دوران سارگون و این حاکمان به دست آمده، یا تاریخ نویسان یونانی مثل پولیبیوس و اشخاص افراد دیگر، کاریز ها همه سند ها گویای این هست که از ایران بوده، از جمله مراکز اونها. بله، کدمون خیلی سر و صدا میاد توی من میشنوم از استودیو شما. بله بله، گزارش میخوام دکتر زن، نمیدونم این صدا، یه مقدار میخوام میکروفون رو ضعیفتر کنم. بسیار عالی. بله، به هر روی کاریز ها، قنات ها که گفتیم از این نوشته های دیگران دست کم ما میتونیم دست دوم از اونها بشنویم، این که در جاهایی همچون ارومیه، نینوا که گفتیم بازه که از باستانی ترین شهرهای ایران هست، از خارک، از جزیره خارک و از این کوهپایه های البرز در فکر میکنم در طرف های ری، شهر ری و اونجاها که بسیار باستانی هست، و
در جای جای ایران بزرگ هست و در دره سند، در ترکمنستان که در واقع فکر میکنم حدود خوارزم باستان میفته و جاهای کانال کشی هایی که از شهر از آبها شده و به هر روی آبها رو کانالیزه کردن در همین دوران هوشنگی و شهرهای بسیار باستانی تری مثل یا به اصطلاح شهرک های باستانی تری مثل میمند که به اصطلاح راه آبهای بسیار قدیمی و در سند و دوارکا و اینها که پیشتر از این سخن از اون گفتیم و شهر مهرگر که در سند هست، اینها از جاهای راه های آبی که میشه نام برد. کتبان گرامی من نیستم بکرزن الان این صدا هم من نبود، من چون الان دارم نه منظورم که صدای ما کم نشه، فقط صدای استفاده بشه، چون من صدای آناید رو ضعیفتر شد یکم. بله به نظرم حالا اگه اشتباه بیم آنهایی میخوایی زیادش میکنم. من نمیدونم الان این صدایی که اخیراً اومد از میکروفون شما بود، آخرین صدا بفرمایید، یکم زیادش کرد. باشه شما اگر دیدین بازم ضعیفه بگید من زیادتر. نه صدای ما همون 75% خوبه، کم نباشه، ولی استودیو اگه باشه مثلا صدای نمیدونم حالا چیه، کاغذه یا سامتر. نه خیلی چی نیست خب. دکتر من الان فقط دارم گوش میدم به سخنرانی شما و بسیار لذت میبرم. بسیار عالی. پس این پیشگفتاری بود از دوران هوشنگی که مستند هست، آثاری که الان بزرگ به دست آمده و این گونه تونستیم یک مرور کوتاهی بکنیم. شما این بخش رو از پردیسی باز کنید برای ما. من فکر کنم این یک برنامه دیگه هم افسون بر این خواهیم داشت از دوران هوشنگی که من بتونم با عکس ها و اسناد دیگه این دوران رو بیشتر بشناسیم. برای دوران هوشنگ خیلی اساسیه. خب با دوران هوشنگ خب من اینو میدم. یه لحظه جانم این الان این صدای برخوردت یه چیزی به هم بود، از شما بود، از من نبود. من آره نه میدونم، نه من خودم کتابو زدم. خیلی خوب من فقط میخواستم مطمئن شم که از طرف ما نیست، چون بچه نه از این طرف تو مهمون ما داره از اون اتاق تو با کامپیوتر بازی میکنه، خواستم برم استاپ نگهش دارم که کار نکنه، ولی فکر نمیکنم داره بازی میکنه. به هر حال خب زنده. خواهش. نه من فکر میکنم که من الان کتاب چون میخوام از خود شعر پردیسی، گفتمان پردیسی، این گفتمان آناهید رو به پایان برسونم. خب ما به اینجا رسیدیم که کیومرس دیو رو برحال پس از اون که سیامک به دیو رفت و کیومرس هم دار فانی رو ودا گفت، هوشنگ بگشت از برش چرخ سالی 40. پس این هوشنگه، پر از هوش و مغز و پر از داد ده، چو بنشست بر جایگاه مهی یا مهی بالا. چنین گفت بر تخت شاهنشهی که بر 7 کشور منم پادشاه. اگه یادتون باشه که آنایی در مورد آریاوارتا و گستره آریایی و سیویلایزیشن که ترجمه درستش همون شهریاری و شهرسازی و نشینی آریاییه، نه تمدن آدمخوری مدنیت تازیان. بعد اینا اصلا دارن جدا میشن خوشبختان، چون مدنیت اسم گذاشتن به سومریان نسب دادن، خوشبختان همون مدنیت اونهاست که در اصل ضد تکامل یا ضد فراپویش هستی، انتی ایولوشنری. ولی حرکت گستره آریایی زیرا که بر اساس تقسیم کار و آزادگی و داد و دهش، تقسیم درست و دانش پایه‌ای کار و تولید بوده، میرسه خیلی زودتر به
ذوب فلزاد یا روانسازی فلز که انقلاب بزرگی در رفت بشر در تاریخ 4 میلیارد کره زمین یا 200 هزار ساله هوموسیپین صدقل و پردیس بر زمین درست میشه که بعدن آدمخوران یا به اصطلاح سودپرستان یا سوداگران تیک اوور میکنن 4-5 هزار سال پیش و به قهقرا و زشتی و پستی میره مدت کوتاهی 4-5 هزار سالی زمین به عقب میره یا تکامل بخشن به عقب میره و از یه طرف دیگه میره بالا از یه طرف دیگه به هر حال فیزیک یا دور فرمیشن یا اینها میبینیم که یا کوانتوم مکانیک که دفعه یه جهش وجود میره پس نمیشه جلوی تکامل رو گرفت ما گفتیم باز کردیم منظر دیالکتیک ما این رو باز کردیم خب پس میگه که که بر هفت کشور گفتیم گسته آریایی منم پادشاه به هر جای پیروز و فرمان روا به فرمان یزدان پیروزگر یزدان یزدان دانایی بزرگ هستی که تو رو پیروز میکنه نه موجوده که ابله آسمان دانایی دان در دل خاک و سنگ و کوانتوم مکانی ما گفتیم در ذرات هستی که بعد بهتون گفتیم که ذره خدا هم برات پیدا شد با اسم هیگز بوزان هم پیدا شد برنامه رو میتونن در دوستان بهترین راهی که برنامه ما رو پیدا کنن بیان توی سایت تی وی پارسی فقط بزنین تی وی پارسی سرچ کنین بعد اون اولین که میاد اونو بزنین اونجا یوتیوب های ما یه کلیک کنین روش نوشته یوتیوب های ما برنامه رو به در تاریخ میبینین در اونجایی که آرشیو هم هست میتونین با آرشیو هم رجوع کنین یا به یوتیوب ها پس به فرمان یزدان پیروزگر یزدان پیروزگر شما رو پیروز میکنه به داد و دهش تنگ بسته کمر به داد و دهش کمرشو بسته به طرف فرمان روایی هدفش داد و دهش ایجاد داد دادگستری و دهش انسان ها بتونن بین هم اون که هر تولیدی که دارن به هم دیگه بدن یا هر سرویس یا خدمتی رو که دارن به هم دیگه بدن و از آن پس جهان یکسر آباد کرد همی روی گیتی پر از داد کرد این پردیس بر روی زمین کدمان با ما بودید؟ نخیر یه لحظه شما ادامه بدید بله خب پس دیدیم که بفهمید پادشاهی هوشنگ چگونه شروع شد برآوردن هوشنگ آهن از سنگ نخستین یکی گوهر آمد به چنگ به دانش ز آهن جدا کرد سنگ به دانش ز آهن جدا کرد سنگ پس دانش رمز پیشرفت نه بردهداری نه استثمار انسان از انسان اون چیزی که میخوان سیستم دانشگاهی امروز میخواد به مردمان بدبخت بیچاره بیاموزه پس به دانش ده آهن جدا کرد سنگ سر مایه کرد آهن آبگون که از آن سنگ خارا کشیدش برون آهن رو آبگون که از ذوب کرد از سنگ خارا بیرون کشید اون رو چو بشناخت آهنگری پیشه کرد کجا زو تبر اره و تیشه کرد ابزارسازی که جهشی باز در تاریخه چون کرده شد چاره آب ساخت پس می‌بینیم ابزارسازی به پیشرفت و اقتصاد سوسیال یا مردمی هست که باعث فراپیشا تکامل یا اِوولوشنه نه استثمار انسان از انسان که به وسیله آدم خوران تازیان درست شده اونها ضد تکامله مدتی جلوی تکامل رو سلو کرده یواش کرده جلوشو گرفته و زمین رو به سرحد نابودی یا زشتی یا همون چیزی که در تورات نوشتن جهنم ساخته از زمین و رفتار انسانها و انوایرومنت محیط زیست انسان حیوان گیاه همه چیز به قهقرا داره میره سیستم استثمار انسان از انسان یا سوداگری خب پس راه پیشرفت اینه
به جوی آنگهی آب را راه کرد. گفتیم که خب ناناهید براتون توضیح داد. عوض میخوام و پوزش میخوام باید برگردم. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، کجا زو تبر ار و تیشه کرد. چون کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا برآورد و هامون نواخت. به جوی آنگهی آب را راه کرد، به فر کیی رنج کوتاه کرد. این اقتصاد پیشرفته رو فردوسی به چه زیبایی، اقتصاد پیشرفته انسانی رو داره باز میکنه که چطور نیروهای مولده رشد میکنن و جامعه به پا میذاره به سیستم تولیدی منظم. یک نکته بگم، از اینجا که میگه ز دریا برآورد و هامون نواخت، راه های آبی رو گفتیم پیش از این در چه جاهای دست کم کاریز ها کانال ها کشیده شد، ولی اینجا من گمان میبرم که از دریای پارس سخن میگه و هامون نیست. ما میدونیم کوه هامون الان در واقع در طرف های سیستان هست. اینجا زمانی که در دشت ها از دشت هامون سخن میره در پردیسی یا تاریخ ما، به عقیده من، به دیدگاه من، دشت هامون همان شهرهای دشتی است که شهرهای سوخته سیستان و کرمان و جیرفت رو در بر میگیره. اون منطقه بزرگ رو ما دشت هامون میگیم و به گمان من دریای پارس، از دریای پارس آبکشی کرده بودیم به این دشت، همان گونه که ما میدونیم دوارکا درست در انتها شهر باستانی دوارکا که در خلیج پارس، در دریای پارس الان قرار گرفته، در انتهای رود سند، رودخانه بزرگ سند یا سرسواتی هست. بله، البته این دریا اینجا دریاچه هاست که آب شیرین داره، که خیلی قسمت هایی که کویر لوت هست همه دریاچه بودی که خوش شده. بله. خب پس کانال سازی و همه اینها رو دارن. به جویانگهی آب را راه کرد، به فر کیی رنج کوتاه کرد. این از پردی بزن با پیش رفته پیچیده درست منظم شده داد و دهشی، نه آدم خوری و استثمار انسان از انسانو. همیشه این رو باید یه روزی اون ذهن کهنه رو که در این سیستم آدم خوری چند هزار سال ما این زده فرهنگ زشت بر ما حاکم شده و از ما انسانهای روان پریش ساخته، این رو یه روزی از ذهنمون بیرون کنیم که همیشه این چنین نبوده، دوران کوتاهیه که سیستم آدم خوری حاکم شده بر جهان 4-5 سال و دورش هم گفتیم به سر آمده و در هم دهه دی خواهی دید سقوط همه این سیستم ها رو. بله بله خواهی دید. یه دیم که چطوری میبینید یا نشان پیشبینی میکنید؟ دانش دیگه، همجا بهت گفته به دانش میتونین کار بکنیم، به دانش زاهن جدا کرسنگ، دانش کار درست میکنه. خب پس بسنجید، پس هر کسی نان خیش بورزید و بشناخت نان خیش. یعنی انسان ها جایگاه خودشون رو پیدا کردن و هم و اقتصاد پیشرفت کرد و نان هر کسی در هر به هر کسی سنجیده شد، داده شد، هیچ کس گرسنه نبود، در واقع به دست گرفتن خود. یعنی سیستم سوسیال خود جامعه رو به دست گرفته دیگه، لازم به یک حکومت نبود، خود جامعه خودگردان شد. همون چیزی که آرزوی یا پیشبین مارکس بود که در آینده بعد سوسیالیست به کامیونیتی آف هیومانیتی یا کامیونیتی انسان ها به صورت کامیونیتی اینقدر پیشرفت میکنن که کسی از دهن کسی دیگه نمیقاپه، اینقدر اقتصاد درست پایگذاری میشه که اونچالی هر کس به اندازه خواستش برمیداره. در سیستم سوسیالیستی هر کس به اندازه توانش و به اندازه توانش کار میکنه و به اندازه اون چیزی که احتیاج داره برمیداره، ولی در سیستم که دیگه اقتصاد پیشرفت کرده، افراد میخوان از خودشون دور بکنن، چیز میز جمع نمیکنن، پکرت نمیشن، موش آشغال جمع کن نمیشن، انسان آزاده میشه و نسبت به آیندهش ترسی نداره. یه دیگه میگن اینا خیالاته. خب خیالات اینا همیشه تا همیشه، پس انسان مثل موش و سگ و سگ بیچاره مثل کفتار زندگی خواهد کرد. آره اگونایی که میخوان جامعه فردا رو اینجوری ببینن برای زمین، خب خودشون هم امروز همون جوری زندگی خواهند کرد. این پرسپشن شماست
که جهان رو تغییر میده. پرسپشن شما اگه ضد تکامل باشه و دنبال آدم خوران تراتی و اجنبی و غیره برین، بله مثل اونها میشین و ضد تکامل قرار میگیرین. اگر در راه تکامل جلو برین، نوک پکان اِوولوشن قرار میگیرید. این همیشه پرسپشنتون رو باید تصمیم بگیری، یا به راه پیشرفت و آزادی یا راه پسرفت و خیانت و نوکری اجنبی. یکی از این دو راه رو باید پذیرفت و یا تسلیم به اهریمن صفتی. چون خیلی دوست دارن قدرت رو، میگن او اهریمنا خیلی قدرت دارن، توپ و تانک و تفنگ و پول رو دارن، پس میگن ما نوکرتون. خب برین نوکر باشی، به دنیا اومدین که نوکر باشین. بله، سرنوشت شماست که در تورات بر شما رقم خورده. خب پس بورزید و بشناخت سامان خیش. هر انسانی سامان خیش رو شناخت، یعنی همون چیزی که آرزوی یا آینده بشر قرار باشه. از آن پیش که این کارها شد بسیج، نبود خوردنی ها به جز میوه هیچ، همه کار مردم نبودی به برگ. پیش از اون اینا، پیش از اون که این کارها انجام بشه، خوردنی به جز میوه و چیزهای دیگه نبود، مردم با هانتینگ اند گادرینگ زندگی میکردن، با شکار و گردآوری. بله. ولی میگه که از بعد از اون انسان چیه؟ پیشرفت کرد. همه کار مردم نبودی به برگ که پوشیدنیشان همه بود برگ. پیش از اون هم با برگ خودشون میپوشیدن، کار مردم به برگ نبود، یعنی ساز و برگ نداشت، این نظم نداشت. در قبیله های کوچیک بشر زندگی میکرد. پرستیدن ایزدی بود پیش، نیا را همین بود آیین و کیش. ولی به هر حال هم انسان آریایی پیش از اون که حتی به این ساز و برگ و نظم هوشنگی برسه، که ما اوجش رو در دوران جمشیدی خواهیم گفت که به اوج عظمت پردیسی رسید کره زمین، میبینیم که پیش از اون به هر حال بازم انسان آریایی راه آزادی و آریایی رو میرفته، حتی در زمانی که کوچکتر زندگی میکرده و پریمیتیو تر یا بدوی تر زندگی میکرده. نیا را همین بود آیین و کیش. آیین و کیشش راه آزادگی بوده، چه در دوران بدوی ترش چه در دوران پیشرفتش، راه مهر بوده، راه آزادگی بوده. فرقش با راه آدمخوری یا توراتی یا تازیگری یا جنایت یا استثمار انسان از انسان اینه که اون یه نوع سیستم رو اقتصادی رو حاکم میکنه بر زمین و یک نوع پرسپشن یا دیدگاه رو، و این یک نوع سیستم دیگه و یک نوع پرسپشن دیدگاه دیگه. دو تا انسان متفاوت تر، یک انسان، دو نوع انسان رو کره زمین بیشتر وجود نمیتونه داشته باشه، یا آدم خور و تجاوزگر و خرمترند و جنایتکار و یا نوکر اینها، بدبخت و ضعیف و بیچاره و تو سری خور و شکست خورده است، و یا نامرد و کلک زن و تجاوز. اینو انسان هر دوش، چه تجاوزگر چه تجاوز شد، چه اون که دوست داره مورد دنبال زورگو باشه چه خود زورگو، هر دوتا لازم ملزوم هم دیگن. یه نوع انسان دیگه هم هست که انسان آریاییه، که آزادگی و بزرگی و خدامنشی و خود خدا بودن و زمین و حیوان و انسان و خاک رو بزرگ داشتن رو و ارزش نهادن و لذت بردن و اون رو به داده شده، به قول معروف not take it for granted، اون ارزش رو شناختن. بس دو نوع انسان هست، انسان آریایی و انسان آدم خور یا تازی یا بدبخت، یکی هر دو یکی هن. گفتیم ویکتم و ویکتمایزر یکی، یا قربانی کن و قربانی شو، هر دو روی یک سکه هن. خب پس انسان آریایی پیش از اون که به این پیشرفت اقتصادی هم برسه، انسان آریایی بوده. پرستیدن ایزدی بود پیش، نیا را همی بود آیین و کیش. همه چیز رو ما ایزد میدیدیم، همه چیز. ما نمیگفتیم موجوده که ابله در آسمانه، همون چیزی که امروز ثابت شد که همه چیز خود ایزدی، ذراتی که جمع شدن و هستی رو ساختن خود ایزدن.
این حرکت هستی، دیالکتیک هستی خودی زده. بنابراین چیزی، یک موجودکی یا ابلهکی رو ما که درست کنیم و بر سر دیگران بزنیم که اونا رو کنترل بکنیم و شکم زیر شکممون رو چیز کنیم، برای ما کسرش هم بوده که همچین پستی و رذالتی رو راه ببره. اینها راه همون تازیان سومر و اکد و ایبری و عربی و آدمخوری و توراتی و آشور و بابل و ایناست که راه ما انسان انسانی یا دیگه مردمان زمین نیست، راه آدمخوری که فعلا حاکم شد ولی با آخر کارش رسید. بعد از سه دوره آدمخوری، بردهداری و فئودالی و سرمایه‌داری به مونوپولی سرمایه که آخرین دوران استثمار همه چیز است رسید و کارش به سر آمد. هیچ چیز دیگه نداره که وجود نمونده که استثمار کنه. در نتیجه دوران سقوطش رسید. خب نیا رحمین بود آین و کیش. به سنگ آتش، به سنگ اندر آتش از او شد پدید، که از او روشنی در جهان گسترید. خود آتش سازنده تمام همه این پیشرفت شهرنشینی بشر هست، روانسازی فلزات و ابزارسازی و پیشرفت کشاورزی در نتیجه ابزارسازی و پیشرفت دانش و کتابخانه ها، ستاره شناسی، ریاضیات، همه اینها از این سیستم پیشرفت پیش اومد، نه از حمله سومریان به میان رودان 5000 سال پیش. این رو فراموش نکنید. خب من بنیان نهادن جشن صدر رو به وسیله هوشنگ فکر میکنم باید بذاریم برای یک دفعه دیگه، برای اینکه طولانی نشین، کوتاه باشه، دوستان بتونن گوش کنن. بعضی دوستان میگن که برنامه ها بلنده و اگه همشو گوش نکنن به قول معروف شماره های ما یه دونه بالا نمیره. میگم نگران نباشید، شماره های ما یه دونه بالا بره یا نره فرق نمیکنه، ولی چون گفتن کوتاه‌تر برنامه های فرهنگی رو چون سنگین گفتن هست، ما کوتاه‌ترش میکنیم که دوستان با حوصله بتونن گوش کنن و بهره ببرن و لذت ببرن. و امروز خیلی کوتاه‌ترش نه خیلی